به نام خدا. سلام عرض می‌کنم به همه دوستان عزیزم، همراهان عزیز و خوب آرکا ساینس. امیدوارم حالتون خوب باشه. مجددا سال نو رو خدمتتون تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم که امسال سال پر از موفقیت و شادابی و سلامت و روزی و برکت و خلاصه هر چیز خوب هست باشه براتون. چند روز پیش توی دایرکت یه سوالی از طرف یکی از دوستان خوبم دریافت کردم. دیدم که سوال بسیار خوبی و ارزش داره که دربارش یه ویدیو ضبط بکنم. بریم سوال رو با هم ببینیم، برگردیم و من توضیحات لازم خدمتتون بدم. بریم. خب میدونیم که هر مجله‌ای یه چیزی داره به اسم aim and scope، یعنی هدف و دامنه فعالیت اون مجله یا موضوع فعالیت اون مجله. توی اون aim and scope که توی وبسایت هر مجله‌ای پیدا میشه بهتون مجله گفته که من مثلا چه نوع مقالاتی رو چاپ میکنم. مثلا ما توی کانون ژورنال آف مدیسین به مخاطبون گفتیم که ما همه مقالات رو که در زمینه‌های پزشکی بالینی یا علم پایه باشه و کیفیت خوب برخوردار باشه رو منتشر میکنیم، قبول میکنیم، داوری میکنیم و اگر پذیرفته بشه چاپ میکنیم. هر مجله برای خودش قسمت ایمن اسکوپ داره. پس بنابراین قبل از اینکه ما بخوایم مقالمون رو بفرستیم به یک مجله ای، باید حتما قسمت ایمن اسکوپش رو یا ژورنال اسکوپ رو چک بکنیم، ببینیم آیا موضوعی که ما کار کردیم، موضوع پژوهشی ما، موضوع مقاله ما به درد اون مجله میخوره یا نه، تو حیطه فعالیت اون مجله هست یا نه. این از این. یه چیزی دیگه ما داریم به اسم Press Submission Inquiry، یعنی در واقع مکاتبه و درخواستی که شما قبل از سابمیت مقالتون با مجله انجام میدید. اینو بگم اولا که این خیلی غیر معموله که مجله ای از نویسندگان درخواست بکنه که قبل از ارسال یا سابمیت مقالشون باشون مکاتبه بشه در رابطه با موضوع مقاله. معمولا اینطوری هستش که خود نویسندگان یه پرس سابمیشن اینکوئری میفرستن برای ادیتور مجله و میگن ببینید، حالا برای اینکه دوست ندارن وقتشون تلف بشه تو پروسه داوری و مثلا مقاله رو میفرستید برای داوری 6 ماه طول میکشه جواب بدن، بعدش هم ریجکت میکنن. برای اینکه مطمئن بشن که مقالهشون کیفیت لازم رو برای داوری قرار گرفتن در اون ژورنال داره، یه پرس سابمیشن اینکوئری میدن به ادیتور. اونم یه فرمت مشخص داره، یه سلام علیک داره، بعد معرفی داره، هدف از نوشتن اینکوئری رو تو ایمیل بنویسید، بعدش تایتل و ابسترکت مقالتون رو حداقل داخلش میذارید و میفرستید برای ادیتور. میگه اگه ممکنه چک کن ببین آیا مقاله من خوب هست، به درد مجله شما میخوره که من بفرستم و شما بررسیش بکنید یا نه. غالبا به این ایمیل ها پاسخ میدن ادیتورها، ولی خیلی پیشنهاد نمیشه این کار، به این جهت که ارتباط با ادیتورها قبل از سابمیت مقاله به مجله یه مقدار از نظر اخلاقی هنوز زیر سواله، هنوز این مقدار شک و شبهه وجود داره، ولی خب این کار میشه، ممکنه انجام بشه. اما اینکه حالا خود مجله از شما بخواد که همچین کار رو انجام بدید، یه ذره از طرف مجلات معتبر و انتشارات معتبر بعیده، به این جهت که خب تعیین این که آیا این مقاله صلاحیت داوری شدن رو در مجله داره یا به درد مجله میخوره یا نه با ادیتوره. وقتی شما سابمیت میکنید مقالتون رو، ادیتور اولین کاری که میکنه یه نگاه میندازه میبینه آقا مثلا مقاله شما به درد اسکوپ ژورنالشون میخوره یا نه، اگر بخوره میفرسه برای داوری، اگر نخوره فست ریجکت میکنه و معطلی معمولا وجود نداره. به این جهت انتشارات معتبر معمولا همچین درخواستی رو ندارن. این مجله و انتشاراتی که از دوستمون این درخواست رو داشته باید بررسی بشه. البته چند مجله با این اسم مشابه که دوستمون به من گفت وجود داشت و من دیدم، یکیش مثلا مال انتشارات اشپرینگر بود که بعید میدونم انتشارات اشپرینگر همچین اقدامی بکنه، ولی دو تا ژورنال دیگه از مجله انتشارات کمتر شناخته شده و بعضا ناشناس بودن. دقت کنید ما این سری مجلات داریم به اسم مجلات پردیتور یا مجلات درنده، اصطلاح بهشون میگن مجلات دزد. در واقع به این روش از شما میخوان که مقالتون رو بفرستید و اونها این رو بعداً به عنوان سابمیشن اطلاق میکنن، میگن خیلی خوب شما سابمیت کردی مقالت رو، الان باید یه مبلغی مثلا $200 $300 بعضاً $1000 بپردازی تا ما مقالت رو داوری و بعد منتشر کنیم، اگر نه خب مقالت رو بهت پس نمیدیم، شما اینجا اگر پس نگیری مقالت رو
خب باید مقالت حیف میشه، هدر میره. اگه پولشو بدی $1000 عجیبه رفته و توی مجله نامناسب چاپ شده. اگر پس نگیری جای دیگه سابمیت کنی، دوچاره ردوندنت سابمیشن یا داپلیکیت سابمیشن شدی و این خودش شما رو میبره توی بلک لیست. این که حواستون باشه، حتما قبل از سابمیت مقاله به مجله اون انتشاراتش رو چک بکنید. انتشارات میشه اشپرینگر، الزویر، حالا توی ایران مثلا انتشارات کوسر یا انتشارات های شناخته شده تر در سراسر دنیا، بی ام جی، اینها مجلاتی که معتبر هستن، خب آدم با خیال راحت این کار رو انجام میده. خواستید پرساب میشن اینکویری هم میتونید براشون بفرستید. اما اگر مجله از شما درخواستی رو داشت که اون درخواست به نظرتون یه مقدار غیر طبیعی میاد، حتما تعامل کنید، صبر کنید، هیچ مقاله ای ابسترکتی عنوان چیزی بهشون ندید، بررسی لازم رو انجام بدید، بعد که مطمئن شدید این کار رو انجام بدید. خلاصه بخوام موضوع رو جمع‌بندی بکنم، اینه که سعی بکنید سراغ مجلات معتبر برید، سعی بکنید مقاله که به مجله میفرستید مطابق با اسکوپ اون مجله باشه، و اگر خواستید وقتتون کمتر گرفته بشه در پروسه سابمیشن و داوری، یه پرسابمیشن اینکوئری با اون فرمت استانداردی که خدمتتون گفتم میتونید برای مجلات ارسال بکنید. امیدوارم این توضیحات من به درد شما بخوره، دوست عزیزم پاسخ پرسشش رو گرفته باشه. اگر سوالی دیگه، چیزی دیگه مونده بود، حتما توی کامنت ها برام بنویسین و لطفا اگر این ویدیو رو دوست داشتین لایک بکنید و برای دوستانتون رو به اشتراک بذارید. خیلی ممنونم از توجهتون و فعلا شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.